با یک ویدیو دیگه از کانال دلتا مدیا در خدمت شما عزیزان هستیم. در این ویدیو قصد داریم به خبرهای جدیدی از زبان منوچهر هادی کارگردان عاشقانه 2 در مورد خانم مهناز افشار بپردازیم. اگر هنوز عضو کانال یوتیوب ما نیستید لطفاً از همین قسمت رو کلمه سابسکرایب کلیک کنید و برای مطلع شدن از ویدیوهای جدید ما لطفاً زنگوله رو فشار بدید و تا آخر ویدیو لطفاً ما رو همراهی کنید. منوچهر هادی کارگردان برخی از پرفروشترین و پربیننده ترین فیلم ها و سریال های سال های اخیره. منوچهر هادی در گفتگو با یک شبکه خبری در مورد ماجرای ساخت عاشقانه 2 صحبت کرده. منوچهر هادی در مورد فصل دوم سریال عاشقانه اعلام کرد از قبل برای ساخت فصل دوم سریال عاشقانه متعهد هستیم و قرارداد داشتیم. در حال نگارش فیلم برداری هستیم. یک مقدار حساسیت روی آن سریال بالاست. ارشاد هم لطف کردن نهایت همکاری را با ما داشتن و از طرف شورا هم یک مشاور به ما دادن که از ابتدا کنار ما باشد که انشالله کار را شروع کنیم. اولین کاری که به صورت جدی در دست داریم سریال عاشقانه است. در این گفتگو از منوچهر هادی سوال شد با توجه به مشکلات خانم مهناز افشار تغییر بازیگر برای نقش ایشون خواهید داشت؟ منوچهر هادی در پاسخ گفت برای نقش خانم مهناز افشار 100% تغییر بازیگر خواهیم داشت. خانم مهناز افشار خودش قصد نداره به ایران برگرده. اساساً باید اول به ایران بیاد ببینیم تکلیف خودش چی میشه. فعلا قصد نداره به ایران بیاد تا زمانی که آماده بشیم اگر مشکلش حل شد که خودش بازی میکنه. اگرم حل نشد که بازیگر دیگه ای جایگزین ایشون میشه. برای نقش ایشون که 100% چون ایشون فعلا خودش اصلا قصد نداره به ایران و یه مقدار در بلا تکلیفی به سر میبره. در فیلم قسم گفت من بعد از آشفتگی و ناگهان درخت تصمیم داشتم پیشنهاد دیگری را قبول نکنم. در آلمان بودم که محسن پناهبنده فیلم نامه را برایم فرستاد. وقتی فیلم نامه سریال قسم را خواندم خیلی حالم بد شد. من خواهر بزرگ دارم و ما یک خانواده خیلی سنتی داریم. برای همین نسبت به این جمع خانوادگی در فیلم قسم این حس برایم ایجاد شد که انگار باید سهمی در این قصه داشته باشم. خیلی با خودم کلنجار رفتم که قبول نکنم ولی نشد. یک بار همه چیز دست به دست هم داد و راضیه من را صدا کرد. مهناز افشار در پایان این گفتگو با بیان این که تصمیم گرفتم خودم مراقب باشم که یک سری حرفای بیخودی دوباره پخش نشه در ادامه این ماجرا گفت من به یک دلیل بزرگ به وطنم بر میگردم. پدرم اونجا خاک شده و مادرم اونجا نفس میکشه و از همه مهمتر ریشه من در آنجاست. مهناز افشار در ادامه گفت من همیشه یکی دو سال سفر میرفتم و نمیدونم الان چرا اینقدر به چشم اومده. من فقط 4 ماهه که از کشور خارج شدم و مطمئنن برای اکران فیلم شما آشفتگی بر میگردم. دوستان عزیز امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید و سابسکرایب رو فراموش نکنید.